خانم نگار ثابت، مادر شما خانم مهوش ثابت، شاعر، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نویسنده دلیر انجمن بین المللی قلم هستند که در ادامه سرکوب جامعه بهایی در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی سال گذشته مجدداً دستگیر و به 10 سال حبس محکوم شدند. در ادامه فشارها از سوی جمهوری اسلامی به خانواده شما، ماموران حکومت ساختمان محل کار پدر شما آقای سیاوش ثابت رو هم مصادره کردند. از آخرین وضعیت مادرتون خانم مهوش ثابت در زندان و همچنین شرایط پدرتون آقای سیاوش ثابت برامون بگید. در مورد مامان برای بار سوم دستگیر شدن و 10 ماه پیش این اتفاق افتاد و ما به تازگی خبردار شدیم که ایشون در روند بازجویی های ناعادلانه غیر انسانی از ناحیه هر دو زانو آسیب جدی دیدن و شکستگی بوده که توسط پزشک خود زندان اول تشخیص داده شده و بعد به بیمارستان بیرون منتقل شدن و متاسفانه تایید شده و به دلیل اون حبس طولانی قبلی که داشتن و پوکی استخوان شدید در واقع مداوای این مسئله محال به نظر میرسه. زندان خیلی خیلی شلوغ شده و به هر حال هیچ گونه امکاناتی برای این خانم که در واقع 70 سالشون هست و با این مشکلات آسم و پوکی استخوان و همه اینا دست و پنجه نرم میکنن مطلوب نیست. حالا این در حالی اتفاق میفته که ما به تازگی مجدد خبردار شدیم که مامورین حکومت در واقع آخرین آسیبی که میشده به خانواده ما بزنن رو زدن و ساختمون محل کار پدر من رو مصادره کردن. آخر اردیبهشت امسال بود که پدر 77 ساله من مجبور شدن کلید اون ساختمون رو که سالهای سال براش زحمت کشیده بودن و خشت خشت اون رو با در واقع پشت کار مثال زدنیشون جمع کرده بودن تحویل دولت بدن و این بار اول نبود. پس از انقلاب هم پدر من که قبل از انقلاب در واقع معدن شن و ماسه داشتن، ماشینالات صنعتی و خیلی در واقع دارایی های زیادی که پس از انقلاب و به اصطلاح پاکسازی شدن اینها رو از ایشون گرفتن و پدر من در واقع از صفر شروع کردن و این مجدد ماحصل یک عمر تلاششون رو ازشون گرفتن. 44 سال هست که جامعه بهایی در ایران تحت انواع فشارها، آزارها و شکنجه ها قرار داشته. خواسته شما از جامعه بین الملل برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق اقلیت‌ها از جمله بهائیان در ایران چیست؟ بزرگترین اقلیت مذهبی بعد از اسلام در ایران با بزرگترین میزان سرکوب سیستماتیک، شکنجه، آزار و اذیت، عدم اجازه تحصیل، عدم اجازه کار و تمام فشارهایی که فرمودین 40 و خورده سال دست و پنجه نرم کردن. 18 جون امسال میشه 40مین سالگردی که در واقع 10 زن بهایی رو در شیراز صرفاً به خاطر اعتقادشون به دیانت بهایی اعدام کردن به فجیع‌ترین وضع ممکن. و خواسته ما به تبع از جامعه جهانی، جمهوری اسلامی و هر مرجعی که بتونه این در واقع خواسته رو رسیدگی بکنه این هستش که حداقل و در واقع حقوق شهروندی جامعه بهایی رعایت بشه، به رسمیت شناخته بشن، در قانون اساسی کشور خودشون شهروندانی واقعا صلح‌جو، صلح‌طلب، آرام و جویای پیشرفت و تعالی ایران هستن. چرا باید اینطور در تنگنا قرار بگیرن و سالهای سال هویت و تمام آن چیزی که داشتن زیر سوال باشه؟ ما خواستار رسیدگی به حقوق حقه جامعه بهایی هستیم و برای پدر و مادر من نه، که برای کل جامعه سریعا خواستار رسیدگی به این وضعیت فوق سخت و در واقع ظلم بی‌رویه هستیم.